خدمت شما شاگردان مکتب هادی برنامه آموزشی درس کیمیا را از مکتب هادی تماشا میکنید امروز فصل ششم از درس سوم کیمیا سنف هشتم را در خدمت شما عزیزان هستیم نمبر ارتباطی برنامه دو سفیر نوستد و 13 است از این طریق میتونید سوالهای خود یا کار خانگی خود برای ما روان کنید در فضای مجازی موضوع فصل فصل ششم کیمیای صنف هشتم در رابطه با مرکبات مهم صنعتی است که با هم می خواهیم امروز کار کنیم که در درس امروز چی می خواهیم یاد بگیریم اهداف درسی که امروز ما و شما با هم کار خواهیم نمود. یاد خواهیم گرفت که کود یوریا دارای چه ساختار است و چه قسمی استفاده می شود در صنعت زراعت و همچنین مرکبات کلورین را با هم آشنا خواهیم شد و در آخر هم سودیم هایپوکلوراید را با هم آشنا خواهیم شد و یاد خواهیم گرفت که چی مرکب است و چه ساختاری دارد و چگونه استحصال می شود. با شروع درس امروز با من همراه باشید و اما کود یوریا با انصور یوریا مرکب یوریا در جلسه پیش شما به مقدار بسیار کم آشنا شدید امروز میخواهیم کود یوریا را به طور کامل و مفصل با هم یاد بگیریم کود یوریا از جمله کودهایی است که در صنعت زراعت برای رشد و نمو نباتات بسیار مهم و ضروری است. در کود یوریا مرکب عضوی وجود دارد به نام یوریا با فرمول مولکولی COnH2 22 که گروپ کاربونیل C2 رابطه او از دو طرف به گروپ های NH2 اتصال یافته است. ساختاری که یوریا داره شاگردان عزیز به صورت جامد سفید رنگ است که کریستالی هم می باشد که به صورت جامد میشه که در صنعت زراعت به زمین های زراعتی علاوه شود که نباتات رشد پیدا کند همچنان یوریا به صورت محلول هم میتونه که به زمین های زراعت علاوه شود و مورد استفاده قرار بگیرد نام دیگه کود یوریا چون بیشتر به صورت جامد سفید رنگ کریستالی به زمین های زراعت علاوه می شود نام دیگهش کود سفید است با توجه به شکل ظاهری که دارد همچنان یوریا از جمله ماده است یا از جمله مرکب است که در ادرار حیوانات و همچنان انسان ها هم یافت می شود که دارای وظیفه مخصوص به خود رو می باشد در بدن انسان ها و حیوانات. و اما یوریا چه قسمی استحصال یا تولید می شود؟ چون یوریا از جمله مرکبات عضوی بسیار مهم می باشد در صنعت زراعت، بنابراین باید یاد داشته باشیم که چه قسمی یوریا استحصال می شود یا تولید می شود. مرکب عضوی یوریا که به کودهای کیمیاوی علاوه می شود از دو طریق از دو مرحله باعث میشه که تولید شود که دو مرحله را با هم بر روی تخت سیاه نوشته میکنیم و شما هم خوب حواستان را جمع کنید که یاد بگیرید این معادله های کیمیاوی را خب کود یوریا که از مرکب عضوی یوریا تشکیل شده است میخوایم ببینیم که طی دو مرحله چه قسمی یوریا استحصال می شود. مرحله اول که باعث می شود که به تولید یوریا کمک کند تعامل دو مولکول NH3 است با یک مولکول کاربن دایوکساید که باعث تولید مرکبی می شود به این صورت COO که از یک طرف به گروه NH2 اتصال یافته است و از یک طرف هم به گروه NH4 مرکبی که به دست می آید نامش امونیم کاربا میت است که امونیم کاربامید میت مرحله دوم باعث می شود که یک مولکول آب از آن خارج شود یک مولکول آب از آن خارج می شود و باقی مانده مولکول فرمول مولکولی آن می شود سی او ان اچ دو ان اچ مرکبی با فرمول مورد نظر که سی او از که از دو طرف به گروپ های اینش دو اتصال یافته است مرکب نامش مرکب است به نام یوریا که به این ترتیب تیه دو مرحله باعث می شود که مرکب یوریا تولید شود و به دست بیاید خب شاگردان عزیز ما در درس کیمیا با انواع تعاملات کیمیاوی سر و کار داریم پس تعاملات کیمیاوی بسیار مهم می باشد تعاملات کیمیاوی بر اساس بر اینکه حرارت جذب می کند یا که خارج می کند و دو دسته منقسم می شود تعامل اگزوترمیک و تعامل اندوترمیک که هر کدام را جداگانه با هم کار خواهیم نمود تعامل اگزوترمی چه قسمی تعامل می باشد؟ ترمیک به معنای حرارت است و اگزو هم به معنای خارج نمودن است. اگزوترمیک به معنای خارج نمودن حرارت است یا تولید حرارت است. پس تعاملات اگزوترمیک به تعاملاتی گفته می شود که در نتیجه انجام آن حرارت تولید می شود. مثالی از تعامل اگزو ترمیک سوختن می باشد. در عملیه سوختن همانطور که در شکل مشاهده میکنید و تجربه کردید و مشاهده کردید در عملیه های سوختن حرارت تولید می شود. چون حرارت تولید می شود به سمت بیرون به همین دلیل یک نوع تعامل اگزو میباشد. می باشد. در مقابل تعامل اگزو ترمیک تعامل اندوترمیک داریم که ترمیک به معنای حرارت است و اندو به معنای داخل شدن است اندوترمیک به معنای داخل شدن حرارت است تعاملات اندوترمیک به تعاملاتی گفته شود در درس کیمیا که بر اثر حرارت دادن یا دریافت حرارت انجام می شود. نمونه و مثال از تعاملات اندوترمیک مان آب شدنی یخ هست که در شکل شما مشاهده می کنید. در آب شدنی یخ عملیه که رخ می دهد برای اینکه تیکه های یخ تبدیل شود به مایع باید حرارت یا گرما را جذب یا دریافت کند. به خاطری که حرارت را دریافت می کند پس معادله می شود یک معادله اندوترمیک و اما یک سوال در رابطه با تعامل اگزوترمیک و اندوترمیک با هم کار کنیم. کدام تعامل اگزوترمیک و کدام یک اندوترمیک است؟ در سوال زیر برای شما تصاویر و شکل‌های آورده شده است. به شکل‌ها خوب دقت کنید با توجه به اینکه شما یاد گرفتید که تعامل اگزوترمیک چی است و اندوترمیک چی است، تشخیص می‌دهیم با هم یک جایی که هر کدام از این تصاویر و عملیه ها کدام تعامل را برای ما نشان می دهد. عملیه سوختن را برای شما نشان می دهد و همچنان در تصویر مشاهده می کنید که در جشن ها از یک سری نور استفاده می کند. نور ها باعث می شود که حرارت تولید شود. یا شکل بعدی را دقت کنید که مایه در اثر دریافت حرارت تبدیل شده است به گاز یا بخار هر کدام از این تعاملات به نظر شما اگزوترمیک می باشد یا اندوترمیک وقتی مایع با گاز تبدیل می شود چون حرارت را دریافت می کند پس می شود یک تعامل اندوترمیک عملیه سوختن را دقت کنید در عملیه سوختن شما می بینید که حرارت به سمت بیرون تولید می شود خارج می شود پس می شود یک تعامل اگزوترمیک یا تصویری دیگر را مشاهده کنید در جشن ها که از نورهایی استفاده می کند که در آسمان روشن می کند باز هم چون حرارت و نور تولید می شود پس یک تعامل اگزوترمیک است شما می توانید انواع تعاملات اگزوترمیک و اندوترمیک را شناسایی کنید در ماحول خود و برای ما در نمبر در نمبری که در ابتدای درس برایتان گفته شده است برای ما روان کنید با کود یوریا آشنا شدید و اما مرکبات کلورین چه قسمی مرکب است. در مرکبات کلورین انصور کلورین یافت می شود. که انصور کلورین را شما شاگردان عزیز با آن آشنا هستید. که در جدول دورهای مربوط به گروپ عبدمه باشد. که در قشر ولانسی خود دارای چند الکترون است؟ دارای هفت الکترون در قشر آخری یا ولانسی خود می باشد. ظاهری که گاز کلورین دارد ظاهر سبز سبز مایل به زرد رنگ است که از روی رنگ آن ما تشخیص می که یک گاز کلورین هست. در لبراتورها گاز کلورین شاگردها برای استنشاق گاز کلورین برای سیستم تنفسی ما بسیار مزیر است و باعث مسمومیت می شود. به همین خاطر گفته می شود که گاز کلورین حالت زهری دارد و برای استفاده از گاز در گازهایی که در ها تولید می شود باید در یک فضای کاملا ایمن آزمایشات و در ها انجام شود. از جمله کاربرد هایی که مرکبات کلورین دارد شاگرد ها در صنعت پلاستیک سازی از مرکبات کلورین استفاده می شود و همچنان یک خاصیت ضد عفونی کننده دارد که در آب های آشامیدنی و یا در حوض های آب بازی از گاز کلورین استفاده می شود برای ضد افونی کردن و از بین بردن میکروب ها در ترکاری ها و سبزی ها هم استفاده می شود به عنوان ضد عفونی کننده که از جمله کاربرد های بسیار مهم مرکبات کلورین می باشد. و اما چه قسمی کلورین استحصال و یا تولید می شود؟ به شکل زرد خوب دقت کنید شاگردها اگر دستگاهی به این صورت ساخته شود که در یک ظرفی باشد به این صورت که به داخل ظرف محلول نمک تعام باشد NaCl باشد و به داخل محلول دو الکترود به این صورت قرار گرفته باشد و دو الکترود از طریق سیم هایی به یک باتری اتصال یافته باشد. اگر همچون دستگاهی ساخته شود باعث وقتی که جریان برقرار می شود باعث می شود که نمک تعام تجزیه برقی شود. وقتی تجزیه برقی می شود باعث تولید گاز کلورین می شود. برای اینکه معادله آن را تشخیص بدین معادله آن را یاد بگیریم که چه قسمی گاز کلورین تولید می شود باید برای روی تخت سیاه با هم یک جای معادله،, معادله, های آن را نوشته کنیم. خب در اثر تجزیه برقی محلول نمک تعام معادلاتی که رخ می دهد یا انجام می شود قسمی است. NaCl که فرمول مولکولی نمک تمام است در اثر تجزیه برقی تبدیل می شود به انصور سودیم و گاز کلورین. خب معادله را اگر توضیح کنید در دو سمت معادله انصور های سودیم مساویست است. انصور های کلورین در سمت راست دو تا در سمت چپ یک تا سر. پس یک ذره بی دو باید در اینجا قرار بیتیم. چون تعداد اتم های سودی هم دو تا شد پس یک ضریب دو هم باید در اینجا قرار بدیم خب گاز کلورین به ترتیب تولید می شود اما گاز کلورین در محلول نمک تعام وقتی در مجاورت مالکول های آب هم قرار می گیرد باعث تولید یک سری مرکبات دیگه هم می شود از جمله هایدروژن کلوراید HCl و HClO هایپو کلورو اسید که هر کدام از این مرکباتی که حاصل می شود شاگردان عزیز کاملا بوی تخریش کننده دارد معادله را اگر توزین کنید در دو سمت معادله تعداد انصار های کلورین با هم مساوی است در اینجا در سمت چپ دو تاسته در سمت راست هم یک جمع یک دو تاسته. تعداد اتم های هایدروژن هم در سمت چپ دو تا در سمت راست هم یک جمع یک میشه دو تا تعداد اتم های اکسیژن هم در سمت چپ و در سمت راست با هم مساوی و یک تا است پس معادله به همین صورت توزین شده میباشد پس به با این ترتیب از طریق تجزیه برقی محلول نمک تمام گاز کلورین خارج می مرکب سودیم هایپو کلوراید چه قسمی مرکب می باشد با هم کار خواهیم نمود. سودیم هایپو کلوراید که فرمول مولکولی آن NaClO او هست کاربورد های بسیار مهمی در زندگی روزمرگی ما و شما دارد. از جمله کاربورد های آن خاصیت ضد افونی کنندگی دارد. که با علاوه نمودن آن به آب چاه ها و مخازن باعث می شود که ضد عفونی شود و همچنین باعث از بین بردن انواع میکروب ها می شود خاصیت لکبری دارد باعث می شود که لکه روی لباس ها و وسایل بهداشتی با کمک یا علاوه نمودن سودیم هایپوکلوراید تمیز شود و از بین رود همچنان محلول یک فیصدی سودیم هایپو کلوراید شاگردان عزیز خاصیت ضد افونی کنندگی دارد و در لباس ها و همچنان در محلول هایی که مخصوص دندان می باشد استفاده می شود که از جمله کاربرد های بسیار مهم سودیم هایپو کلوراید هست که برایتون گفته شد اما چه قسمی این مرکب مورد نظر که دارای های بسیار مهم می باشد و از جمله مرکبات کلورین هست چه قسمی استحصال می شود یا تولید می شود که با هم معادله های استحصال آن را برای تخت سیاه نوشته می خب برای اینکه سودیم هایپو که از جمله مرکبات کلورین هست استحصال پیدا کند باید محلول سودیم هایدروکساید که NaOH هست با گاز کلورین وارد تعامل شود. و به این ترتیب محصولاتی به دست می آید از جمله سودیم سودیم هایپو کلوراید سودیم هایپو کلوراید و همچنان مالکول های آب در تعامل خارج می شود و مقداری هم نمک تعام پس از تعامل NaOH سودیم هایدروکساید با گاز کلورین باعث می شود که سودیم هایپو کلوراید تولید شود که در ساختار آن شما گاز کلورین را مشاهده می کنید که از مرکب سودیم هایپو کلوراید به عنوان ضد افونی کننده استفاده می شود و همچنان به عنوان لکبری در لباس ها استفاده می شود. شاگردان عزیز درس امروز ما تمام شد و ما خلاصه از فصل ششم را با هم مرور می کنیم و در جلسه بعدی ان سوالهای پایان فصل را با هم کار خواهیم نمود. در فصل ششم خلاصه های یا مطالبی را که ما شما یاد گرفتیم با عنصر نایتروجن آشنا شدیم که عنصر نیتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو ها و پروتئین ها یافت می شود. از جمله وظایف اصلی نایتروژن در رشد ساقه و برگ نباتات بسیار مؤثر بود و اما عنصر پتاسیم از جمله عناصر دیگری بود که در درس با هم آشنا شدیم که برای افزایش نشای قند و همچنان الیاف چون پنبه و کتان مورد استفاده قرار می گیره و باعث رشد نباتات می شد. با انصور فاسفورس آشنا آشنایت پیدا کردین و یاد گرفتین که انصور فسفر اگر با کود کیمیایی علاوه شود باعث تسری در تشکیل میوه و دانه می شود کودها را یاد گرفتیم که بر اساس ساختارها و منبع تولیدی که دارند به دو دسته عضوی و غیر عضوی منقسم می شود که کودهای غیر عضوی منشه سنگ و منرالی داشت که با آن کودهای منرالی هم گفته می شود و کودهای عضوی از جمله کودهایی بود که به صورت طبیعی تولید و ساخته می شود. کودهای عضوی را یاد گرفتیم که چه قسمی استحصال می شود بر اثر فضولای حیوانات و توفاله های صنایع مواد غذایی زغال نارس و همچنان برگ و ساقه نباتات که در زیر خاک دفن شده باشد به طور طبیعی با گذشت زمان کودهای عضوی را برای ما تشکیل می دهد. اهمیت کودهای کیمیاوی را یاد گرفتیم که علاوه نمودن کود کیمیاوی به زمین های زراعت باعث می شود که محصولات زراعتی ما از لحاظ کمی و کیفی ارتقا پیدا کند. و همچنان یاد گرفتیم که بخش اعظم کودهای غیر عضوی یا منرالی در فابریکه ها تولید می شود. با ساختار یوریا آشنا شدیم که یک تا از مهمترین کودهای نیتروژن دار بود که در ساختار آنها عنصر نایتروژن وجود داشت. با مرکبات کلورین آشنا شدیم که مرکبات کلورین از جمله مراکباتی بود که شامل سودیم هایپوکلورایت، پوتاشیم هایپوکلورایت و کلسیم هایپوکلورایت هست که هر کدام از اینها برای از بین بردن لکه ها مورد استفاده قرار می گرفت که مهمترین آنها سودیم های پوکلورای بود که با هم کار کردیم کود یوریا را با هم کار کردیم که یوریا از جمله مرکبات عضوی بسیار مهمی بود که در کود یوریا مورد استفاده قرار می گرفت و به امونیا تبدیل می شد خاصیت انفجاری نداشت و به همین خاطر هم به محیط زیست ضرر نمیرسان و در آخر هم یاد گرفتیم که کودی یوریا که دارای مرکب عضوی یوریا می باشد در صنعت از امونیا و گاز کاربون دایوکساید تولید می شود تحت دو مرحله که با هم کار کردیم. خب شاگردان عزیز درس امروز ما تمام شد امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین شما را به خداوند می سپارم خدایا رو نگهدارتان باشد